انسانهای دردمند. زنده یاد رفیق فدایی، کمونیست عاشق شهاب نظرپور. رفیق شهاب را به صبح یک بهار در میان کوهپایه‌های دشت سوسن در منطقه ایزه از توابع بختیاری باید تشبیه نمود. آمد و رفت، رفتنی که به زیستن عشق می‌ورزید. او از چند جهت عاشق بود، به همین دلیل هم جان شیرینش را بنمایه فرار چند زندانی از زندان قرار داد تا در رهایی همبندانش زندگی کند. وقتی شنیدم جمهوری جهل و جنایت جان دوست داشتنی، مهربان، رفیق بیباک و دلیلم را در سحرگاه یکی از روزهای گرم تابستان در زندان جنوب با رگبار گلوله گرفتن، خون گریستم. نفسم در سینه فشرده شد، آه از نهادم برخاست. به خود گفتم چگونه ممکن است با چنین انسان فرهیخته‌ای چنین کنند. شهاب را با چشمان ریز و نافذش، مهربانی در کلامش خوب به یاد می آورم. به قول یکی از دوستان در مونتریال، هر وقت شهاب دستش را به روی شانه کسی می انداخت، هم گرما را منتقل می کرد، هم مهربانی را. هنوز به خود می گویم چگونه چنین چیزی ممکن است، اما ممکن شد و شهاب را از من گرفتند. جهل هیچگاه فرهیختگان را بر نتابیده است. شهاب هرچند برای مدت کوتاهی زیست، اما گل داد و مژده داد. همانگونه که در 4 کیلومتری جاده کرج در کنار کارگرانی که در آنجا هم کار می‌کردند هم زندگی، هر جا مشکلی برای هر کارگری ایجاد می‌شد، شهاب اولین فردی بود که در جهت رفع آن مشکل از جان مایه می‌گذاشت. به همین علت به عمو شهاب معروف شده بود. در این محله کارگری کسی نبود که مهر عمو را به دل نبسته بود. عمو 25 سال بیشتر نداشت، اما در دل کارگران و افراد محله کارگری عمو شده بود. تا آنجا پیش رفته بود که حتی سلمانی محله هم او را عمو صدا می کرد. رفیق، عمو، بدین روی زیستنش مژده بود، رفتنش هم زیستن. رفیق همراهش شادی به حرکت در می آمد، پا می گرفت و انسان معنا می یافت، همانطور که رفقای فدایی پیش از اون چنین بودن. هم حمید اشرف بود، هم جزنی، از جنبش سیاهکر و تبلور ارزش بود. بیباکی و عاشقی کاراکتر او بود، عاشق شده بود. نامزدش در شهرستان دستگیر شده بود، برایش بیتابی میکرد، دل سپرده شده بود. گفت میرود، گفت باید برود و رفت. رفت تا دیوار زندان را در هم شکند که به عشقش برسد. پس از 2 روز ورود به شهرستان، جایی که عشقش در آن زندان بود، دستگیر و به همان زندان سپرده شد. شکنجهش کردند، اما چیزی نگفت. مدت کمی در زندان ماند، او کسی نبود که به زندان تن دهد. سرانجام در طرح فرار از زندان شرکت کرد، آخرین نفر بود که باید می‌گریخت. چند نفر از زندانیانی که نمی‌خواستند در این طرح شرکت کنند عنوان کردند، چون افراد باقی مانده ممکن است با مشکل روبرو شوند، یک نفر باید مسئولیت را به عهده بگیرد. رفیق نرفت، ایستاد و مسئولیت را به عهده گرفت تا هم فرار موفق پیش رود، هم کسانی که نرفته بودند دچار مشکل نشوند. به خوبی می دانست چرا باید هزینه کند. عاشقانه به سویش رفت. مدتی بعد در سال 1363 رفیق شهاب تیرباران شد. یاد و خاطره شهاب و دیگر عزیزان گرامی باد، برگرفته از خاطرات زندان.
زندانی.